با سلام خدمت همه همراهان و همکاران گرامی که امروز در جلسه نمایندگی منطقه شمال آلمان حضور پیدا کرده. امروز 18 دسامبر 2022 هست و مصادف هست با 27 آذر ماه 1401 شمسی. در این روز ما چند سخنران داریم. در ابتدا خانم زهرا رهایی بررسی کنوانسیون منع مجازات و مجازات کشتار دست جمعی رو دارند و مقایسش با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نفر بعدی ما آقای فرشاد عرابی هستند که سخنرانی دارن امروز برای ما با موضوع اعتراض مردم و سپاه. بعد از اون ما یک بحث آزاد داریم به خاطر همراه بودن و همگام بودن با روز جهانی لغو بردهداری و موضوع ما بردهداری ممنوع هست. خب در این جلسه دوستان دیگری هم به ما همکاری کردند. منشی جلسه ما خانم لیلا ابوطالبی هستند. مسئولین ضبط صدا و تصویر آقای صدرا مجیب یزدانی هستند و خانم منصوره صادقی و ادمین ها ارغوان فردیپور، علی صالحی و فرشاد عرابی. در ابتدای سخن ابتدا میرسیم به خانم زهرا رهایی و موضوعشون با بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دست جمعی و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم رهایی ممنون میشم دستتون رو بلند کنید تا مایک برای شما باز بشه. مرسی، بفرمایید، ما میشنویم شما رو. سلام خدمت خانم مباشرفر عزیز و همه همکاران. به واژه آزادی فکر میکردم، عبارتی که با حرف اول الفبای فارسی آغاز میشود و با آخرین حرف آن پایان مییابد. فهمیدم همه خواسته مردم در میان این آغاز و پایان نهفته است. زاد که در میان آ و ی قرار دارد، فاعل مصدر زادن است. همان فرایندی که زیستن و زندگی را ممکن می کند. و در گونه انسان این زن است که فاعل فعل زادن است. بنابراین همیشه زن در دل آزادی آبستن زندگی بوده است. شکنجه واژه‌ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده و به همراه تکامل تکنولوژی در هر عصر و نسلی به شیوه های گوناگون به کار برده شده. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیم ها از جمله رژیم جمهوری اسلامی برقرار است. امروز به راستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدین وسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آید، بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی یا تحقیر کننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 4639 از سوی مجمع بین‌المللی سازمان ملل متحد تصویب شده. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987، یعنی پس از اینکه 20 دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون شامل 1 مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است.
بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ 8 فوریه 2002 در مورد کلیه کشورهای عضو که 12 سند مهم بین المللی این نهاد را امضا کردند آمده است که از مجموعه 189 کشور عضو 128 کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده را امضا کردند. اما متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه را امضا نکرده و همانطور که به صورت علنی مشاهده می‌کنیم روزانه شاهد انواع شکنجه، سرکوب، رفتارهای خشن با کودکان، نوجوانان، زنان و مردان آزادیخواه ایران زمین هستیم. البته لازم به ذکر است که در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قانون منع شکنجه وجود دارد که گفته است هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این از طبق قانون مجازات می شود و همچنین در اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است که متاسفانه بر هیچ کس پوشیده نیست که این رژیم قاصب و سرکوبگر تنها حربه‌ای که در طول 44 سال حکومت خود بر علیه کسانی که زبان گشوده و حقایق را گفتند استفاده کرده برخلاف این دو اصل بوده و فقط از کشتار، قتل عام و شکنجه و سرکوب استفاده کرده و چه جانهای عزیزی را که نگرفته و خانواده ها را داغدار و به قول خود ساکت کرده. همانطور که همه شاهد هستیم از بعد از سال 57 و شروع حکومت آخوندی به سرزمین ایران هر زمان که مردم به صورت اعتراضی بلند شدند رژیم به شیوه های وحشیانه دست به قتل عام و سرکوب علیه مردم ایران زده. از جنبش های اعتراضی و اقتصادی برای آب گران شدن بنزین گرفته تا جنبش های دانشجویی مدنی برای آزادی ها و حقوق های اولیه و اساسی هر جامعه. الان که در ماه آذر هستیم جا دارد به طور خلاصه یادی هم از آبان 98 و کشتار گسترده مردم توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعتراضاتی که نتیجه افزایش ناگهانی 300% قیمت بنزین بر اساس مصوبه فراقانونی سران قوا بود. از این جهت فراقانونی محسوب می شود که خود شخص علی خامنه‌ای در این قانون مداخله کرد تا شاید به خیال خودش مردم را آرام کند. ولی مردم از خیلی قبل پشیز ارزش برای او و حرفایش نیز قائل نبودند و برای سرکوب مردم جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی برای تصمیم گیری درباره نحوه مدیریت و سرکوب اعتراضات برگزار شد. قیام و سرکوب خونینی که ابعاد سرکوب کشتار با اینکه به طور تقریبی 1500 نفر خوانده می شود اما به گفته سازمان‌های حقوق بشری و غیر رسمی تعدادی بسا بیشتر و فراتر از حد تصور دارد و تنها اظهار نظر علی خامنه‌ای در ارتباط با این قتل عام انسانی فجیع تنها معترضان را با دشمنی اشغالگر یکسان دانست و اعلام پیروزی کرد. اکنون نگاهی اجمالی به وقایع اخیر 80 و چند روز گذشته و انقلاب حال حاضر مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی و اتفاقات و کشتار و سرکوب‌های وحشیانه و غیر انسانی رژیم وحشی و تمامیت خواه حاکم بر مردم ایران که از قتل حکومتی مهسا امینی توسط گشت ارشاد با تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم آغاز شد با وجود گذشت بیش از 80 و چند روز از سرکوب گسترده شهروندان معترض در ایران هنوز اعلام رسمی دقیقی در مورد آمار بازداشت شدگان در دسترس نیست و سازمان‌های حقوق بشری البته بنابر آمار غیر رسمی از دستگیری بیش از 30,000 نفر و مرگ بیش از 486 نفر خبر دادند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری
در روزهای اخیر همچنین از قطع ارتباط بسیاری از بازداشت شدگان در سراسر ایران با دنیای خارج از زندان و همینطور عدم دسترسی بسیاری از آنان به وکیل خبر دادند. و نکته جالب و حائز اهمیت این است که وکیلانی که به حمایت از موکلان خود اقدام کردند نیز به جرمهای واهی بازداشت و روانه زندان شدند. با توجه به روند پیوسته نقض حقوق بشر در زندانهای ایران و ممانعت نهادهای قضایی و امنیتی از دسترسی بازداشت شدگان به بسیاری از حقوق قانونی خود، نگرانی ها در زمینه خطر شکنجه، بدرفتاری و قتل عام و اعدام مخفیانه هزاران معترض زندانی در ایران افزایش یافته. در ماه گذشته نیز 227 نفر از به اصطلاح نمایندگان مردم و جیره‌خواران حکومت دستور اعدام معترضان و بازداشت شدگان را تصویب کردند. همه ما به طور روزانه شاهد شوک‌آورترین اخبارهایی هستیم که هر شنونده و خواننده‌ای را میخکوب می‌کند. از شیوه های بازداشت، سن بازداشت شدگان، اتهامات وارده به آنها و شیوه های قتل عام و شکنجه و سرکوب آنها در زندان‌ها و خیابان‌های ایران به دست رژیم توتالیتر و فاسد جمهوری اسلامی هستیم. از هر کدام که بگوییم خود قصه دراز دارد. حمله های وحشیانه به مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ها، دانشگاه های کشور برای سرکوب مردم حقوق اولیه‌شان را زیر پا می گذارند. از جمعه خونین زاهدان و قتل عام قوم عزیز بلوچ، خدا نورش، مردم شجاع و شریف خطه کردستان، نیکا که چگونه با تجاوز و ضربات متعدد باتون به سر و سلاخی بدنش به دست نیروهای وحشی نظام به شهادت رسید. حدیث و سارینا. شاید هم باید به گفتن داستان غزالی چلابی کفایت کنیم. یا از ظلم و شکنجهی که به خدا نور قبل از کشتنش روا داشتند. شاید هم داستان قتل عام عرفان زمانی که با زدن تیر جنگی به او بالای سرش ایستادن تا کسی نتواند به کمکش بیاید و شهید شود و یا حتی عرفان نظری یا تمام کودکان، دانش آموزان و جوانانی که در این چند ماه به شیوه های وحشیانه شهید، دستی و در زندان ها مورد شکنجه های روحی، روانی، جسمی قرار گرفتن. البته به نظر من فقط شاید داستان خود ژینا، دختری که به خاطر پیدا بودن کمی از موهای زیبایش به دست ماموران جهنمی گشت ارشاد به قتل رسید کفایت می کند. تا کل دنیا به پلید و نامشروع بودن این رژیم کثیف و ملعون پی ببرد. افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت زندانیان انقلابی در سراسر کشور در حالی است که بنابر اعلام برخی منابع بسیاری از بازداشت شدگان زیر سن قانونی و کودک هستند و همچنین گزارشات و اخبارها حاکی از بازداشت گسترده فعالان مدنی و حقوق بشری، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری و دیگر شهروندان معترض می باشد که این خود شدیداً موجب نگرانی شده است و صد البته این بازداشت‌ها مصداق بارز بازداشت خودسرانه می باشد که به دلیل ترس رژیم از سرنگونی در ابعاد گسترده در حال انجام است. البته اینجا رو یه تعداد از این بازداشت شدگان که حالا با این کشته و قتل‌های حکومتی که طی این چند روز اتفاق افتاده من یه اشاره کنم که متاسفانه دریا، دختر دانشجوی 22 ساله اهوازی که خانوادش بعد از چند روز بیخبری و اینکه متاسفانه خب هممون عکس‌ها و فیلم‌هاشون رو دیدیم که روی رود کارون پدر و مادرش با چه وضعی دنبال جسد دخترشون میگشتن، اونو پیدا کردم متاسفانه. و یا آیدا رستمی، پزشک متعهدی که درمان انقلابیون رو به عهده داشت، که اونم بعد از تموم شدن شیفت کاریش از بیمارستان دزدیدن و حالا به هر شیوهی که بوده و با جنازهی که تحویل خانوادش دادن که حالا چشمش بخیه شده بوده و چه جراحاتی که بهش وارد کرده بودن که یه قتل حکومتی دیگه است، یا دانشجویان، حالا اعدام ها رو که خودمون داریم میبینیم و
اعدام هایی هم هستن که اعدام های خونگی دارن انجام میدن، مثل همین دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی اگه اشتباه نکنم، اسمش رو من اینجا نوشتم، شهاب هاشمی، که خب توی خونه به این به حالا این استدلال کردن که خودکشی کرده، ولی خانوادهش زیر بار نرفتن و اعلام کردن که جزء یکی از کسانی بوده که پیشگام این اعتراضات دانشجویی بوده و یک جورایی میشه گفت که اعدام یا دار خونگی اونا کردن و به دست خود رژیم به قتل رسیده. و متاسفانه همین الان هم که در حال حاضر ما داریم توی جلسه صحبت میکنیم، معلوم نیست که چه بلایی سر زندانیانی که توی زندان هست دارن میارن، شکنجه، بازداشت، قتل عام. و خب دیگه بر هیچ کس هم پوشیده نیست که توی کردستان و بلوچستان با چه ماشین‌های نظامی، یعنی هیچ کس باور نمی‌کنه که یه حکومتی یه قتل عام گسترده، یه شکنجه با ماشین‌های که برای جنگ استفاده میشه، کردستان رو به رگبار بستن و چقدر قتل عام کردن. یا زاهدان رو بعد از نماز جمعه مردم رو به رگبار بستن و قتل عام کردن. یعنی اینها همش مصداق بارز قتل عام و شکنجه هست که داره علنی، نمیخواد دیگه به پرونده 44 سالش هم نظر کنیم، همین توی این 3 ماه و چند روزی که هست علنی داره این کنوانسیون تمام مواردش نقضش رو به وضوح نما دیگه بر همه جهان هم پوشیده نیست، همه اینو دارن علنی میبینن که چطور. فقط اگر هم بخوایم چیز کنیم، تمام 30 ماده حقوق، ماده جهانی حقوق بشر رو داره نقض میکنه، تمام کنوانسیون ها رو داره نقض میکنه، یه چند تا دیگه از اصل قانون اساسی رو که من حالا خودم اینو درآوردم که توی این 3 ماه و چند روز داره نقض میشه. یکیش اصل 23 هست، تفتیش عقاید ممنوع است، که باز حالا میبینیم که توی این مدت چقدر بهاییان و دگراندیشان مذهبی رو دستگیر کردن به جرم اینکه توی تظاهرات ها دارین شرکت میکنید. اصل 24 قانون اساسی هست که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، ولی متاسفانه تمام خبرنگارها اگه کسی حرفی میزنه همشون دارن دستگیر میشن. اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است، که الان هر حتی مردم اومدن تظاهرات سکوت کردن باز هم بهشون حمله کردن، با اینکه مردم دست خالی هن و سلاحی ندارن. اصل 30 آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسط رایگان است، که خب حالا اون قیمت‌های نجومی و اینا به کنار، چه بلایی دارن سر دانش آموزان توی مدارس میارن. اصل 32 هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم قانون، و در صورت بازداشت ظرف 24 ساعت دلایل باید به صورت کتبی به وی ابلاغ شود. ولی متاسفانه هر کیو بازداشت میکنن اصلا از حق دسترسی به وکیل محرومه، و فقط وکیل تسخیری که معلوم نیست چه بلایی سرشون میارن. اصل 36 حکم به مجازات تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 38 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. اصل 49 دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس را گرفته و به صاحب حق رد کند. خب یعنی اگه الان بخوایم چیز کنیم، باید کل قانون اساسی رو با همین تنها این اتفاقات چند مدت بخوایم مغایرتش رو انجام بدیم. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. به امید ایران آزاد و پیروزی هرچه سریعتر، من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما سرکار خانم زهرا رهایی. بله واقعا اگر که بخوایم حتی همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، ما وقتی که به قول آزادی میخوایم، ما نمیگیم که ما آزادی میخوایم که قانونها رو نخواهیم رعایت کنیم، ولی همون قانونهای جمهوری اسلامی رو اگر ببینیم، میبینیم که خودشون این مغایرتهای رو دارند. و متاسفانه در همون اصل 38 که شما فرمودید که شکنجه ممنوع است و اعتراف اجباری قبول نیست، همون جا اعلام میکنن که
این شکنجه ها رو کسانی که اعتراف میگن از طریق شکنجه اصلا قابل قبول نیست، ولی باز خودشون زیر بار شکنجه از دوستان اعتراف میگیرن، از هموطنان ما ایران اعتراف میگیرن. آقای شفای ماک در اختیار شماست، ما میشنویم صحبت های ارزنده شما رو. دوستان سلام میکنم، خسته نباشید. عرض کنم که البته خیلی ممنون از دوستمون که کنوانسیون رو شروع کردن صحبت کردن، ولی اول خیلی خوب بود خود کنوانسیون رو معرفی میکردن. خود کنوانسیون، این کنوانسیون متاسفانه ایران امضا نکرده. دلیلی که امضا نکرده گفته ما شکنجه نمیکنیم، ما حد میزنیم و قصاص میکنیم. یعنی اصلا بهانه های این چنینی دارن که این کنوانسیون رو امضا نکردن، اما غافل از این هستن که وقتی ما کنوانسیون عرض کنم که حقوق سیاسی و مدنی رو که ایران امضا کرده اونو و به تصویب مجلس هم رسیده و غیر قابل برگشتن هست، در ماده 7 به وضوح نوشته شکنجه ممنوعه و ایران اینو امضا کرده و این در واقع جز مواردیه که ما وقتی راجع به شکنجه و کنوانسیون صحبت میکنیم لازمه که این ماده 7 این کنوانسیون رو دقت کنید. این جزء مواردی که جمهوری اسلامی امضا کرد، یعنی ایران امضا کرده، در سال عرض کنم همون سال 1966 امضا شده، ولی در سال 1970 و فکر کنم 4 یا 5 در مجلس شورا و مجلس سنا تصویب شده، یعنی یک قاعده رسمی 100% هست. البته اون دوره هم پخش نکردن، این دوره هم اصلا توجه نکردن. به هر حال این دوتا مورد رو من گفتم یادآوری کنم. یکی دیگه از دوستان خواهش میکنم، موقعی که شما به عنوان یک فعال حقوق بشر دارین صحبت میکنین، صفت به دیگران ندید. ما نیازی نیست بگیم این رژیم خونخوار کیه چیه فلان، اسمش رو اگه بگید و عمل کردش رو بگید نشان دهنده اون صفتشه، نیازی نیست اصلا بگیم. و اصلا استفاده کردن این کلمات کمکی به آگاهی شنونده نمی کنه. یعنی شنونده همش میشنوه خونخوار کثیفه فلانه، ولی اصلا نمیدونه چرا خونخوار کثیفه. ولی شما وقتی نمونه بیارید، مثالای خوبی هم زدن، خیلی هم زحمت کشیده بودن، دونه دونه مشخص کردن، خیلی خوبه. من شنونده وقتی دلیلشو بدونم، موضوع رو متوجه بشم، خودم صفتشو انتخاب میکنم تای دل خودم. به هر حال مرسی، خسته نباشید. من این دو سه تا مطلب رو گفتم یادآوری کنم. ممنون از شما جناب آقای شفایی، عذرخواهی میکنم بابت صحبت هاتون. و یه موضوع دیگه، من امروز در اخبارها شنیدم، درسته کشتار دست جمعی اینطور هست که میگن که خب به مردم شلیک میکنن و مردم رو قتل عام میکنن، اما با توجه به سوخت های مازوتی که در ایران متاسفانه هر روز داره زیاد و زیادتر میشه، اعلام کردن که شهر تهران و شهر اصفهان واقعا از آلودگی زیادی داره رنج میبره و گاز سوخت مازوتی که داره دولت مردان جمهوری اسلامی استفاده میکنن دارن ریشه بر واقعا تیشه بر ریشه حتی محیط زیست ما میزنن، که این هم خودش یک کشتار دست جمعی هستش که مردم ایران رو ذره ذره میکشن. بله جناب آقای شفایی ماک در اختیار شماست، بفرمایید، میشنویم شما رو. اول من اشتباه کردم، من فکر کردم که راجع به شکنجه است، چون ماشاءالله اینقدر همش راجع به شکنجه گفتن، من فکر کردم کنوانسیون من شکنجه است، بعد متوجه شد الان خوندم که یا شما هم گفتید، دفتم خوندم دیدم نوشتید کشتار دست جمعی. برای کشتار دست جمعی هم در واقع در سال 1000 در 9 دسامبر 1948، یعنی یه روز قبل از خود اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تصویب رسید. ایران هم اون موقع امضا کرد، اما بعدا به تصویب نرسوند زمان پهلوی. دلیلش این بود که این کنوانسیون، چون جمهوری دوله پهلوی هم در واقع شکنجه بود و این اتفاقات می افتاد، و در کشتار جمعی لازم یادمون باشه منع کشتار جمعی فقط و فقط در رابطه با کشتن نسل انسانی نیست، در رابطه با زبان هست. یعنی اگر وادار بکنن یه جامعه ای زبانشون رو تغییر بدن، وادار کنن یه جامعه ای رو عرض کنم که دیگه بچه دار نشن،
یا وادار کنن یه جامعه ای که دیگه ازدواج نکنن، یا وادار، یعنی اون چیزایی که برای یک جمعیتی اصلا مهم نیست که مقدار این جمعیت چقدره، نگفتن 10 تا 1000 تا، مثلا برن یه دهی رو دورش فنس بکشن، بگن آقا بچه‌هاشون برن اون بره فنس، زن پدر مادر بمونن این بره، یا مرد این بره زن اون بره، اینها همش نشانه کشتار جمعی است. حتی زبان یکی یا آداب و سننشون از بین ببرن، یا یک باوری که اونا دارن از بین ببرن، اینا در واقع کشتار میره تو این قسمت منع کشتار دست جمعی است. و خیلی جالبه که بدونید هم عاملان هم آمران، یعنی کسی که دستور میده میاد زیر مجموعه، یعنی باید محاکمه بشه، کسی هم که اجرا میکنه حق نداره بگه آقا مأمور بودم و معذور، این حرفا دیگه نداره. هم آمر هم عامل، اینها در واقع جزء کسانی هستن که تو این کنوانسیون در واقع میاد. من خواهش می‌کنم کنوانسیون رو اول توضیح بدیم که خود کنوانسیون چیه، بعد میشه با خود به اصطلاح خود در واقع قانون اساسی مقایسه کرد. من مثلا معتقدم که مثلا زبان یک زبان واحد یا یک دین واحد خودش یک نوع در واقع میتونه کشتار جمعی باشه، چون یه عده‌ای که دین دیگری دارن دارن محو میشن، یه عده دیگه که زبان دیگری دارن دارن محو میشن، سنت‌های دیگری دارن محو میشن. ما داریم یه جمعیتی مثل یارسان که جزء خصلت‌هاشون هست، اون سیبیلشون هستش، خب به حال باورشونه، شما اجازه ندارید این کارو بکنید. من یادمه حدود 14-15 سال پیش یک سربازی رو به اجبار سیبیلش رو زدن، اون سرباز خودکشی کرد و مردم اون شهرکی یا اون منطقهی که این یارسان اونجا بودن اصلا شورش کردن سر این قضیه، که خب دولت کوتاه اومد و بعد حالا آدم فرستادن و بعد یه جوری عذرخواهی کرد. من میخوام بگم که رو این قضایا بهتر میتونستیم صحبت کنیم. مرسی، من ببخشید قسمت اول بود، ولی اونم بازی یاداوری بدی نبود برای کنوانسیون به اصطلاح ماده 7 به اصطلاح کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی. مرسی، ببخشید. ممنون از شما جناب آقای شفایی. خب دوستان اگر که نظری دیگری دارن در رابطه با این کنوانسیون که من و مجازات کشتار دست جمعی هست، دستشون رو بالا کنن و نظراتشون رو بشنویم. در غیر این صورت به سراغ سخنران بعدیمون میریم، جناب آقای فرشاد عرابی که امروز در رابطه با اعتراض مردم و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران سخنرانی را آماده کردند و ما میشنویم صحبتهایشون را. جناب آقای عرابی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان همکاران گرامی. اعتراض به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سومین ماه خودش رو به سر میبره و جمهوری اسلامی به رغم سرکوب شدید تا کنون نتوانسته در سراسر کشور خیابانها را از معترضین پس بگیره. دو قشر روحانیت و سپاه پاسداران طی دهه‌های اخیر از طریق انحصارهای اقتصادی و سیاسی خود به ثروت هنگفتی دست یافتن و این دو قشر به راحتی از این منافع دست نخواهند کشید. اعتراضات اخیر در ایران نسبت به موارد مشابه پس از سال 57 بی سابقه ارزیابی شده، چرا که توانسته این توان رو داره که برای بیش از 90 روز تداوم داشته باشه. جنبشی که در ایران به وجود اومده که بعد از یک سری اعتراضات در ایران شکل گرفته، بعد از اعتراضات دانشجوی 18 تیر سال 77 همچنین جنبش سبز که ابتدا به عنوان اعتراض نتیجه انتخابات شکل گرفت. در جریان اعتراضات سال 77 دانشجوان شعار می‌دادند ملت گدایی می‌کند، آخوند خدایی می‌کند. جنبش سبز نیز ابتدا شعارهای اصلاح طلبان را داشت، اما بعد از یک هفته که رهبر جمهوری اسلامی بر عدم تغییر انتخابات تاکید کرد، شعارهایش رادیکالی شد. بعد هم اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98. این جنبشی که در جریان است یک جنبش انقلابیه، به این معنی که میخواهد روحانیت را از قدرت سیاسی اخراج کند، دست سپاه را از حکومت کوتاه.
حتی فوشایی هم که در شعارها میبینیم حکایت از این وضعیت انقلابی داره. شعار اصلی آزادیه، در حالی که در سال 57 شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. اما بعد از جنبش سبز دیگر شعار جمهوری اسلامی تمام شد و جمهوری ایرانی جایگزین اون شد. برخی از شعارها علیه رهبر و سپاه از همان سال 77 در خیابان‌ها بودن و جدید نیست. اما شعار جدیدی که تبلور اعتراضات اخیر است و به گونه خارق‌العاده هم فراگیر شده، شعار زن، زندگی، آزادی است. تداوم در اعتراضات علیه دو قشر روحانیت و سپاه را می‌بینیم. اما چرا یک دفعه این شعار این گونه فراگیر می‌شود؟ شعار زن زندگی آزادی یا ژن جیان آزادی در جنبش سبز نبود. زنان همواره نقش اساسی در اعتراضات در بیش از 4 دهه اخیر داشتند. حتی در سال 57 هم همینطور بود و نقش ویژه‌ای داشتند. اما چرا زن و زندگی آزادی این گونه فراگیر شد؟ زنان از همان اول تظاهرات علیه جمهوری اسلامی حضور داشتند. حتی درست کمتر از 1 ماه پس از انقلاب در 8 مارس در روز جهانی زن تظاهراتی علیه حجاب اجباری انجام دادند. رژیم در مقابل زنان به رغم جامعه مردسالار آن روز عقب نشینی کرد، چرا که سپاه و روحانیت قدرت نداشتند. زنان مبارزهشان را کردند، اما متاسفانه آن روز نیروهای سیاسی با زنان همراهی نکردند و به تدریج محدودیت علیه زنان ابتدا از محل کار سپس به سایر مکانها توسعه داد. درباره شعار زن زندگی آزادی، وقتی مبارزه شروع می شود منافع گروه یا طبقه‌ای که درگیر آن هست مهم است. در جامعه شناسی ما به 3 عامل نگاه می کنیم: فرصت، منافع و تهدید. این جنبش به دلیل تهدید شکل گرفت. وقتی ژینا دستگیر و در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، این تهدیدی بود علیه همه زنان. حتی زنان با روسری نیز در اعتراضات شرکت کردند و شعار دادند. این تهدید بود که جرقه قیام زنان را زد و این شعار مهم شد. جمهوری اسلامی از سرآغاز حیاتش دچار مهمترین اشتباه خود شد و دست به مبارزه علیه زنان زد. ایده جمهوری اسلامی این بود که اگه زنان را مطیع کنه خواهد توانست کنترل جامعه را به دست بگیره. یعنی با کنترل زنان نسل بعدی را و بچه‌های آنها را نیز کنترل می‌کند. یعنی ارزش‌ها و مفاهیمی که برای جمهوری اسلامی مهم هستند از طریق خانواده و به ویژه زنان به نسل بعدی منتقل شود. جامعه ایران نسبت به سال 57 تغییرات اجتماعی بسیاری داشته. میزان شهرنشینی از کمتر از 50% به بیش از 70% رسیده. میزان سواد زنان، تعداد دانشجویان تغییر کرده. در حال حاضر بیش از 3 میلیون دانشجو در کشور وجود داره که 60% آنها دختر هستند. این تحولات باعث شده که پسران نیز به دلیل اینکه جمهوری اسلامی می‌خواهند زنان در درجه پایین نگه دارد با این رژیم مخالف هستند. جمهوری اسلامی حاوی تضادهای بسیاری است، تضادهایی که در دوران شاه هم وجود نداشت. جمهوری اسلامی تضادهای مختلفی را در هر لحظه به وجود می‌آورد و نمی‌تواند آنها را حل کند، چرا که این تضادها از قوانینی از بالا و توسط خدا آمده شکل گرفتند. این حاکمیت دینی دین سالاری است، قرآنی که خدا فرستاده قابل تغییر نیست. در جامعه امروز ایران این رژیم نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. بنابراین تنها راهی که جمهوری اسلامی دارد سرکوب بی پایان است. جمهوری اسلامی می‌خواهد همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی را کنترل کند. شاید نسل قبلی مبارزه خود را انجام داده باشه و صدمات خود را دیده است، اما این نسل اصلاً حاضر به پذیرش این وضع نیست. به هر حال زنان و دختران جوان ایرانی دست به مبارزه زدند که همه جهانیان را وادار به تعجب کرد. جمهوری اسلامی در موارد متعددی اشاره کرده که مرزهای ایران را امن کرده و نقش سپاه نیست به طور مستقیم گسترش و نفوذ ایران در منطقه بوده. چیزی که جمهوری اسلامی آن را نفوذ یا ثبات می‌نامد، مردم آن را دخالت، هرج و مرج، درگیری و از دست دادن عزیزان و تراژدی می‌نامد. با وجود همه تهدیدهای رهبران سپاه و جمهوری اسلامی، خشم مردم رو به افزایش و هیچ نشانه ای از کاهش اعتراض ها وجود نداره. از نقض حقوق اساسی زنان، نقض حق مالکیت بر بدن و انتخاب یا انتخاب نکردن دین گرفته تا سوء مدیریت سیستم های سیاسی و اقتصادی، تقریبا هر قشری از جامعه ایران در حال حاضر
تحت تاثیر بیکفایتی حکومت قرار گرفته است. فساد، دزدی و اختلاس از منابع مالی که باید برای بهره برداری مردم و توسعه اقتصادی استفاده شود بسیار است و این منابع به اسم گسترش نفوذ جمهوری اسلامی صرف حمایت از تروریسم و گروه‌های نیابتی میشه. اگه شما به عنوان یک شهروند هر گونه اعتراضی به این سیاست و روش حکومت دارید، از نظر جمهوری اسلامی شما دشمن خدا هستید و مجازات آزادی بیان میتونه مرگ باشه. سایه سیاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر زندگی ایرانیان منبع باروتی بود که مرگ مهسا آن را شعله‌ور کرد. مثل همیشه جمهوری اسلامی به جای پرداختن به نیازها و خواسته های مردم، به آنها برچسب اغتشاشگر، تجزیه طلب و عوامل بیگانه میزنه. این واکنش حکومت هم ساده سازی مسئله بود و هم تلاشی برای منحرف کردن اصل اعتراض ها. آنها در واقع انگیزه زیادی برای تحریف این اعتراض های مردمی و داخلی به عنوان دخالت خارجی دارند. نیروی قدس سپاه متخصص جنگ های نامتعارف و عملیات اطلاعاتی نظامی به عنوان نیروی تبلیغ می شد که منافع ایران را در خارج از مرزها حفظ می کرد. اما فعالیت های سپاه پاسداران در خارج از کشور نه تنها ایران را از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی در منطقه و جهان منزوی کرده، بلکه همکنون سپاه و زیرمجموعه تحت کنترل آن در بسیج و نیروهای انتظامی خود تهدیدی علیه مردم ایرانند که برای پیگیری خواستهای خود به پا خواستند. از زمان انقلاب تا به حال حکومت جمهوری اسلامی بخش عمده از منابع خود را به سپاه اختصاص داده تا به اسم حفاظت از ایران در برابر اسرائیل و آمریکا زیرساخت‌های سرکوب را در داخل ایران ایجاد کند و گسترش دهد. همکنون سپاه پاسداران ایران را به 10 منطقه تقسیم کرده است و آنها را با قرارگاه‌های منطقه‌ای خود کنترل می‌کند. اعتراض پس از اعتراض و دخالت این قرارگاه‌ها برای سرکوب مردم معترض ثابت کرده که پایگاهی که قرار بوده برای نبرد با دشمنان خارجی استفاده شود، به عنوان پایگاه سپاه برای سرکوب معترضان مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپاه در اعتراض‌های سال 88، 96 و 98 با استفاده از نیروهای داخلی به سرکوب اعتراض‌های ضد حکومتی پرداخت و برای نخستین بار در اعتراض‌های سال 98 با کمبود نیروهای سرکوب مواجه شد. حالا با قیام گسترده مردم این کمبود نیروی سرکوب بیشتر به چشم خوره و حتی مواردی از استفاده کودکان به عنوان نیروی سرکوب دیده شده است. گسترش اعتراض ها در بسیاری از نقاط کشور و ادامه قیام در 3 ماه گذشته نیروهای سرکوب از جمله سپاه پاسداران یگان ویژه را خسته کرده. سپاه برای ادامه بقای خود و جمهوری اسلامی چهره واقعیش را نشان داده است. آنها نشان دادند که به چه کسی وفادارند و از تحمیل هزینه‌های سنگین بر ایران و شهروندان ایرانی برای حفظ قدرت خودداری نمی‌کنند. به همین دلیل گزارش شده است که آنها از شبه نظامیان خارجی وابسته به خود علیه معترضان در شهرهای مختلف استفاده می‌کنند. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی 5 اتوبوس را با پلاک عراقی در 16 آبان نشان می‌دهد که از مرز مهران وارد استان ایلام شدند. سازمان حقوق بشری هنگام با انتشار این ویدیو گفته نیروهای هشت شبی با لباس کرمی پلنگی مسافران این اتوبوس‌ها بودند و 3 سمند سفید که آنها را اسکورت می‌کردند به کسانی که تلاش کردند از آنها فیلم برداری کنند اختار داده که فیلم نگیرید. در زمان وقوع اعتراض‌های سال 88 هم شاهدان عینی گزارش داده بودند که بعضی از نیروهای سرکوبگر با زبان عربی صحبت می‌کردند. اورشلیم پست گزارش داد که جمهوری اسلامی رهبری هشت شبی در عراق را بر عهده دارد که شامل 10 تیپ رزمی حدود 100 هزار مرد مسلح است. برخی می‌گویند جمهوری اسلامی ممکنه برای سرکوب اعتراضایی که رو به گسترش است به دلیل کمبود نیروی سرکوب از شبه نظامیان وابسته به خود در هشت شبی و بقیه گروه‌های نیابتی به عنوان نیروی سرکوب استفاده کنه. اما برخی دیگر معتقدند که اگر مردم ایران از دخالت گروه‌های نیابتی مطلع شوند و آنها را در خیابان‌ها ببینند، خشم مردم بیشتر میشه و این باعث گسترش اعتراض‌ها میشه.
واقعیت این است که نقش سپاه پاسداران حفاظت از انقلاب اسلامی است، نه مردم ایران. این واقعیت هر سال آشکارتر می شود. در پی اعتراض ها و قیام کنونی مردم ایران، شاید بیش از هر زمان دیگری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان نتیجه آن در خطرند. بنابراین به طور طبیعی سپاه از تمام منابع خود، از جمله نیروهای خارجی، برای باقی ماندن در قدرت و حفظ جمهوری اسلامی استفاده میکنه. سپاه برای حفاظت از مردم ایران ایجاد نشده بود، بلکه برای حفاظت از دین سالاری و حکومت روحانیت در برابر مردم ساخته شده. به همین دلیل است که اسمی از ایران در عنوان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده نمی شود. نیروهای هشت شبی با حمایت و تحت پوشش سپاه پاسداران که وظیفه سرکوب معترضان را دارد وارد مرزهای ایران شد. با وجود اینکه حفظ و نگهداری مرزهای ایران وظیفه و بر دوش ارتش است، اما به دلیل نفوذ بالای سپاه در روند تصمیم گیری های حکومت، ارتش در مورد ورود این نیروها تصمیم گیر نیست. ارتش ایران ابتدای انقلاب با اعدام و اخراج گسترده نیروهایش روبرو شد که به پاکسازی معروف بود. در 44 سال گذشته فرماندهان ارتش با گزینش سختی انتخاب شدند و وفاداری آنها به جمهوری اسلامی همیشه از طریق نهادهای مانند عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات تحت کنترل بوده. رژیمی که پایه و اساس خود را بر اساس استقلال و مخالفت با دخالت خارجی گذاشته بود، خیلی سریع در امور کشورهای دیگر دخالت میکرد و حالا که از مشکلات موجود در منطقه به نفع خود سوء استفاده میکند و در داخل کشور نیز مردم خود را با استفاده از نیروهای خارجی سرکوب میکند و همه این اقدامها را به نام امنیت ملی و دین انجام میدهد. سپاه که با گسترش اعتراضهای مردم و شعارهای تند معترضان علیه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه روبرو شده، حتی ممکن است برای منحرف کردن توجهات از اعتراضات و خرید زمان، جنگ با کشورهای همسایه ایران را آغاز کند و امنیت ملی ایران را به خطر بیندازد. برخی معتقدند سپاه پاسداران برای منحرف کردن توجهات از اعتراضات ممکنه به هر کاری دست بزنه، حتی اگر امنیت ملی ایران را به خطر بیندازد و کشور را وارد جنگ کند. تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات میتونه به نابودی ساختار سرکوب سپاه و فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. در چنین شرایطی منبع کمک‌های مالی و تسلیحاتی گروه‌های نیابتی قطع می‌شود و حیات این گروه‌ها به طور جدی به چالش کشیده می‌شود. سپاه پاسداران منافع اقتصادی در کشور دارد که هیچ کدام از ارتش‌های جهان و حتی ارتش قبل از انقلاب در ایران ندارد. ارتش نقش اقتصادی در زمان شاه نداشت. ارتش بیشتر کشورهای دنیا به چنین فعالیت‌های کاری ندارند. فعالیت اقتصادی به این وسعت سپاه نداشته و ندارند. الان بین 25 تا 30 درصد اقتصاد ایران در دست سپاه و انحصارهای آن است که چنین چیزی سابقه نداشته. سپاه نه تنها تعهد ایدولوژیک به ولی فقیه، روحانیت و نظام دارد، بلکه منافع بسیار گسترده اقتصادی دارد که بعد از دولت محمود احمدی نژاد این نقش گسترش بیشتری پیدا کرد. وقتی دولت محمد خاتمی به پایان رسید، روحانیت متوجه شد که یک بخش بزرگی از جامعه قصد اصلاح این نظام را دارد. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، هر چه بیشتر و بیشتر پروژه های اقتصادی را به سپاه واگذار کردند. سپاه نیز با یا خود این پروژه ها را انجام میداد یا به نهادهای دیگر واگذار می کرد و از این طریق منافعی کسب می کرد. یک مؤلفه دیگری هم وجود دارد و آن هم قدرت سیاسی. قدرت زیادی هم به اینها دادند. در دولت حسن روحانی سپاه اکثر پروژه های مهم را می گرفت یا پروژه‌ای را که می‌خواست می‌رفت و می‌گرفت. سپاه یک پروژه 960 میلیون یورویی خلیج فارس را از دولت حسن روحانی گرفت که در جزیره قشم انجام شود. سپاه پول زیادی از دولت گرفت، اما تنها 3% از پروژه را انجام داد و بعد به دولت اعلام کرد که بقیه پروژه را انجام نخواهد داد. دولت خود در برابر این اقدام واماند. خود اکبر ترکان در دولت حسن روحانی اعلام کرد که زور ما به اینها نمیرسد. بنابراین
می شود گفت که سپاه پاسداران به سه پایه اساسی تعهد ایدئولوژیک، انحصار اقتصادی و قدرت سیاسی متکی است. الان سپاه برای خودش اطلاعات دارد، زندان دارد، در داخل و خارج از ایران دست به اقداماتی می زند که همه اینها از قدرت سیاسیش برمی آید. کدام ارتش در جهان از چنین توانایی هایی برخوردار بوده؟ کجای دنیا شما یه نیروی انتظامی دارید که برای خودش بگیرد، ببندد و به زندان بیاندازد؟ عرصه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را در کنترل داشته باشد. ما یک نیروی نظامی و مشابه به سپاه در جهان نداریم. تنها چیزی که به نظر می آید گارد ملی در نیکاراگوه قبل از سال 1979 هست. ولی گارد ملی به این اندازه قدرت سیاسی نداشت. در مقایسه قدرت اقتصادی نیز باید قدرت اقتصادی گارد ملی بسیار محدود بود. منافع اقتصادی سپاه به طور تنگاتنگ جمهوری اسلامی گره خورده. اگه در حالتی که یک انقلاب در حال وقوع باشد آنها در یک نظام دموکراتیک چنین منافعی را نمیتوانند داشته باشند. بنابراین اینها تا به آخر می جنگند. آیت الله مصباح یزدی پیش از این گفته بود که کار روحانیت در آن سالهای پیش از نظام جمهوری اسلامی یک کار گدایی محترمانه بود. اینها الان به ثروتهای بسیاری رسیدند. نه تنها ثروت پهلوی و همه آنهای اموالشان را به دنبال انقلاب رها کردن را بردند. الان هم ثروت هر کسی را که دوست داشته باشند میبرند. ثروت قاچاق می رود برای بیت رهبری، اموال مردم دیگر مذاهب آن هم برای بیت رهبری می رود. موفقیت یک انقلاب سکولار دموکراتیک در ایران و حذف جمهوری اسلامی و قطع حمایت های آن از گروه های تروریستی می تواند هم به نفع مردم ایران باشد و هم به ایجاد ثبات در ایران و خاورمیانه منجر شود. به امید پیروزی هرچه سریعتر مردم کشور عزیزمون ایران. ممنون این که این وقت رو در اختیار من قرار دادین. من مایک رو رها میکنم. ممنونم جناب آقای عرابی. وقتی که حرف از اختلاس و راندخاری و این همه پولهای مردم مظلوم ایران را آدم میشنوه که چقدر این به اسم اسلام و به اسم سپاه و به اسم روحانیت از مردم باج گرفتن و این همه همون پولها رو بر ضد مردم ایران دارن استفاده میکنن و مردم رو به خاک و خون میکشن، آدم تأسف میخوره و واقعا نمیدونه که تا کجا میخوان پیش برن، تا کجا میخوان این همه ظلم رو ادامه بدن و به این روند کاریشون ادامه بدن. خب ممنون از شما جناب آقای عرابی. خب دوستان، در رابطه با اعتراض مردم و سپاه پاسداران که آقای عرابی زحمت کشتن و سخنرانی ایراد کردن، اگر که نکته‌ای سخنی هست ما در خدمتتون باشیم و بشنویم صحبت‌های شما دوستان رو. بسیار عالی. خب امروز ما یک بحث آزاد داریم. بحث آزاد ما در رابطه با موضوعی در رابطه با بردهداری ممنوع هست. خب این موضوع بردهداری ممنوع، من میخوام اول این رو بهتون بگم که تاریخی که این لغو بردهداری انجام شد و روز جهانی این موضوع بود، روز دوم دسامبر بوده که این روز روز جهانی لغو بردهداری است. در ابتدا اول میخوام در این مورد صحبت کنم که خب بردهداری کلن به صورت این هست که فردی رو از کرامت انسانی جدا کنیم و در بندگی خودمون قرار بدیم، حالا یا به صورت اختیاری یا به صورت غیر اختیاری، یا به عبارتی میشه گفتش که همون خرید و فروش انسان که از در زمانهای خیلی قدیم این کار انجام میشده و اون رو به کارهای زیادی و کارهای سختی اونها رو ملزم میکرد. در ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده که بردهداری ممنوع. خب یعنی چی بردهداری ممنوع؟ یعنی صحبت اصلیش یعنی چی؟ یعنی اینکه بردگی یا داد و ستت بردگان به هر طریق و هر شکلی ممنوعه.
و همچنین بردهداری مدرن که حالا شکل‌های مختلفی هم داره، ما در جمهوری اسلامی ایران خیلی به وفور میتونیم ببینیم دیگه. یکیش محرومیت کودکان هست از حق تحصیل. چطوری؟ خب یا اونها رو به کار اجباری وادار میکنیم که کودکان کار ما هستند، یا به کودک همسری که زواج های زود هنگامی هست که همون از ابتدا در ایران متاسفانه وجود داره. و در قبال همه اعضا، نه حالا فقط ما بگیم زنان یا کودکان یا مردها، به هر دلیلی، به دلیل اینکه شغل مناسبی پیدا نمی کنن، به صورت برده میشه گفت اونها رو حساب کرد. خب و اینکه زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد به کارهای خانگی مجبور میشن، یا اینکه به عنوان کالای جنسی مورد تجارت قرار میگیرن. در جمهوری اسلامی زنان ایران غیر از حالا این مسائلی که براشون هست، به دلیل اون قوانینی که دارن کاملا آزادی هاشون سلب شده. چرا؟ چون یه محدودیت هایی دارن دیگه. در جمهوری اسلامی ایران ما میدونیم که زن به عنوان ناموسه و ملک مرده. خب یعنی در اصل از ابتدا زن رو به عنوان یک برده میپذیرند، یک همچین حالتی هست. خب اما به نظر من فقط زنان و کودکان برده نیستن، بلکه تمام اقشار جامعه ایران بدون بهورن بیچون و چرا برده هستن. از محیط زیستمون در نظر بگیرید، از زنان و مردان در نظر بگیرید، از هر قشر از جامعه، هنرمند، بازیگر، خبرنگار، وکلا، همه و همه در بند بردگی هستن. چرا؟ چون ما حق انتخاب نداریم، ما حق آزادی بیان نداریم، ما حق اعتراض مسالمت آمیز نداریم، حق پوشش که خودمون دلمون بخواد نداریم. حتی آقایون، شما یه آقای اگر که توی یک اداره دولتی باشه اجازه نداره حتی یک بلوز آستین کوتاه به تنش کنه. حالا ما نمیگیم که قانون رو رعایت نکنیم، نه، اما میبینیم که در تمام ایران ما به یک نحوی برده هستیم و به قولی نمیتونیم از حقوق شهروندیمون دفاع کنیم. خب در اینجا من این سوال برام پیش میاد، ما تا کی باید این بردگیمون رو داشته باشیم؟ تا کی میتونیم که هر چیزی که توی این کشور با هر چیزی به قولی با هر اعتراضی میکنیم، چرا اجازه نمیدن که ما حرفمون رو بزنیم؟ و این بردگی ما تا کی باید ادامه داشته باشه؟ به نظر شما که الان در این جمع نشستید و دوست دارید که به قولی از دست این دولت مردان جمهوری اسلامی ایران نجات پیدا کنید که ما رو به عنوان برده نگه ندارن، ما رو به عنوان برده دست و پامون رو نبندند، آزادی ما رو نگیرن، به نظرتون چه راهکاری هست که بتونیم حق خودمون رو ادا کنیم و به اون حق خودمون برسیم؟ دوستان اگر که تمایل دارن که در بحث امروز ما بردهداری صحبت کنند، دستشون رو بالا کنن تا بتونیم در این موضوع به تبادل نظر برسیم. خب خانم رهایی بفرمایید. ممنون خانم باشرفر عزیز با اطلاعاتی که دادین. حالا این سوال شما رو به نظر من این روزها کلا تو فضای مجازی این هست، این نکته که حالا چگونه بیدار شویم، باید بیدار بشیم. و حالا برای اینکه از زیر یوغ بردگی این حکومت، حالا هر چی اسمشو بذاریم، حالا ما میگیم جمهوری اسلامی، بخوایم آزاد بشیم، فقط اینه که آگاه تر بشیم، بیدار بشیم و همه با هم اتحاد، همبستگی ملی
که همه ایرانیان با هم، حالا این اتحادی که داخل و خارج شکل گرفته، واقعا قابل ستایشه و اینو ادامه بدیم. امیدوارم که به زودی از تمام این بردگی هایی که 44 سال چه زن چه مرد چه کودک، تمام مردم ایران زمین بودن، بتونیم آزاد بشیم. و به نظر من فقط همین که بیدار بشیم و اتحاد داشته باشیم تا بتونیم از دست اینا آزاد بشیم. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خب من در ابتدا با حرف شما موافق هستم، خب باید بیدار بشیم، اما به نظر من فقط بیداری نیاز نیست، ما باید دیگران رو هم بیدار کنیم. خب آقای آراس کرمی بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. با درود خدمت تمام دوستان عزیز. در مورد صحبت‌های خانم باشری، حقیقت ما بیدار شدیم، خیلی وقت هم بیدار شدیم و میخواییم تا که این بردهداری از دست این بردهداری نجات پیدا میکنیم. یعنی خیلی کوتاه بهتون بگم، تا لحظه ای که ما صاحب جمهوری اسلامی باشیم و جمهوری اسلامی رو ملتی رو سر ملت ایران حکومت کنه، ما همین برده میمونیم و ادامه خواهد داشت. میخواد یک سال دیگه باشه، میخواد 50 سال دیگه باشه، میخواد 100 سال دیگه باشه، میخواد فردا باشه. و تنها راه نجات همه ما، زنان ما، خواهران ما، برادران ما، بچه های ما، نسل الان ما، نسلای آینده ما بخواد از این برده‌داری نجات پیدا کنه، فقط و فقط رفتن جمهوری اسلامیه و این تنها با اتحاد و یکپارچگی و همدلی همه مردم ایران به دست میاد که الان هم تقریبا شکل گرفته و تنها راهش همینه که بخواد جمهوری اسلامی باید بره. ممنونم، من مایکروفون رو میگیرم. ممنون از شما جناب آقای آراس کرمی. بله، این هم یک راه اتحاد بین ما و اینکه آگاهی رساندن و اتحادی که بتونیم کمک کنیم به همدیگه تا بتونیم یک جامعه آزاد درست کنیم. خب خانم منصوره صادقی هم میخوان صحبت کنم، ما میشنویم صحبت‌های ایشون رو. مرسی. سلام و درود خدمت همه همکاران عزیزم. با توجه به صحبتهایی که همکارا کردن، دوستان انجام دادن، الان آگاهی خوب داره انجام میشه. یعنی من احساس میکنم تقریبا بگم کل مردم ایران میدونن چه اتفاقاتی داره میفته. چون آگاهی خوب داره انجام میشه، برمیگرده به خود مردم. اون احساس ترسی که چند درصدی از مردم دارن، هنوز یه مقدار ترس تو وجود مردم هست که اینم طبیعیه برای همه. همه نگران خانواده هاشون هستن، نگران. الان داریم میبینیم اعدامایی که انجام میشه و واقعا من خودم هر کدومو که میبینم اعصابم میریزه به هم، فکر میکنم در موردش. خب خانواده ها نگرانن، باید اتحاد باشه و در پشت این اتحاد ترسی که بین مردم هست از بین بره. اگر این ترس از بین بره، همه با هم، یعنی این که سریع دیدها عوض نشه یا سریع الان روبا وحشتی که ایجاد شده، مردم نگران هستن، نگران خانواده ها هستن و اگه این ترس از بین بره، فکر میکنم درست بشه همه چی. ممنون از شما خانم صادقی عزیز. درست میفرمایید، واقعا این دولت جمهوری اسلامی با ایجاد روبا وحشت در بین مردم و اعدام هایی که صورت میده داره مردم رو به سکوت با میداره. ولیکن ما باید بر این ترس غلبه کنیم و هرچی که در توان داریم واقعا بتونیم که کمک کنیم تا بتونیم مردممون رو نجات بدیم. خب آقای اصغر خدابنده، شما مایک براتون آزاد هست، بفرمایید، ما میشنویم شما. سلام خدمت همه دوستان. من در ادامه صحبت دوستان، ببینید بحث برده‌داری حالا به هر شکل و روش و هر مقداری، دلیل که دلایل اساسیش اینه که کشورهایی که دین رو با سیاست قاطی میکنن این شکل میگیره، حالا چه جمهوری اسلامی باشه، چه قبلا یهودی باشه، چه مسیحی باشه، شیعه چه سنی، تا دین و سیاست با هم قاطیان و ترکیبن این برده‌داری ادامه پیدا خواهد کرد. حالا حتی جمهوری اسلامی هم که بره، باز اگر مردم بخوان دین و سیاستشون با هم باشه، باز به سمت برده‌داری، اتوماتیک به سمت برده‌داری هستن میرن.
من می‌خواستم همین عرض کنم خدمتتون. ممنون از شما جناب آقای خدابنده. خب اگر که اساسنامه کانون دفاع از حقوق بشر رو خونده باشید و کلن حقوق بشر رو در نظر بگیرید، اولین چیزی که ما همیشه میگیم دین، جدایی دین از دولت هست. چرا که ما هم همین رو میگیم، تا زمانی که حالا هر دین و هر ایدئولوژی در کنار قانون باشه، باعث میشه که اون قانون رو به سمت اون دین یا اون ایدئولوژی حرکت بده و متاسفانه اون قانونها رو ما نتونیم رعایت کنیم. آقای آراس کرمی بفرمایید، ما دوباره بیشتر به شما رو. با درود دوباره، خواستم در مورد صحبت خانم صادقی که میگه ترس، آره واقعا ترسم داره حقیقت. البته جوانای ما الان دیگه نمیترسن، دهه 80 یا دهه 70 یا حتی دهه 60 ما دیگه نمیترسن، ولی پدر و مادرها بیشتر دارن میترسن که واقعا هم حق دارن. تو این شرایطی که گیر کردن هیچ راهی براشون نمونده. میبینه وقتی که جلو چشاش پسر 18 سالش، پسر 19 سالش رو میبرن اعدام میکنن. من به شخصه اول اعتراضات برادر خودم رو بردن تو زندان، الان اول اعتراضات دستگیرش کردن، رفته تو 4 ماه تو زندانه بدون اینکه یک بار هنوز پدر مادرم باهاش حرف زده باشه. وقتی با خانواده خودم دارم حرف میزنم، از صبح پدرم مادرم در این دادگاه، در اون دادگاه، در این یکی داره، در این کل داره، بدون هیچ جوابی، بدون هیچ نتیجه‌ای. تا همین الانشم، تا همین دیروزشم و امروزشم همون جوری مونده و بلا تکلیفه. بیشتر از این که برادر خودم داره میترسه، نه، پدر مادرم دارن از این ور میترسن، من دارم از این ور میترسم. ترس جوانای ما ریخته، ترس دهه 80 و دهه 90 و دهه، حتی دهه 90 دیگه هیچی، دهه 80 یا دهه 70 هم دیگه نمیترسن از این جمهوری اسلامی. و امیدوارم که هیچ ترسی نمونه و همه با هم بتونیم این بردهداری و این جوانا رو نجات بدیم، فقط همین. و پایان همه اینها باش. ممنونم. ممنون از شما جناب آقای کرمی. ببینید دوستان، ما اینجا نشستیم و میگیم که خب برده داری، اما مثلا از اون طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دارن بعضی از افراد در جامعه رو میبینیم که به این روند سکوت کردن. واقعا بعضی از دوستان رو ما میبینیم اصلا حتی اطلاعاتی از اخبار ندارن. به قولی یه وقتی میگن که یکی خوابه، خب بیدارش میکنه، اما یه وقتی یکی هست خودش رو به خواب زده، یعنی اصلا براشون مهم نیست. و این باعث میشه که جامعه ایران در این میون گرفتار بشه. و این وظیفه ما این هست که در ابتدا اون کسانی رو که خودشون رو به خواب زدن، یا به قولی میگن قشر خاکستری که در کنار ایستادن و هیچ صحبتی نمی کنن، باید اینا رو بیدار کرد، باید آگاهی رسوند، باید بهشون اطلاعات داد تا بشه یک برنامه درست کرد که بشه این دولت جمهوری اسلامی ایران رو که اصلاح پذیر نیست. این رو همیشه بدونید، کسی که به قولی دیکتاتور محسوب میشه یا مستبد محسوب میشه، هیچ وقت این دولت قابل اصلاح نیست و باید تغییر کنه. اما اینکه ما دوباره حالا دولت دیگری، افراد دیگری وارد این جامعه بشن و خب حالا به صورت دموکراتیک یا پادشاهی یا هر چیزی، هر حزبی، هر گروهی که وارد ایران بشن، یعنی از خود منظور به این که وارد ایران بشن، در جامعه ایران دولت تشکیل بدن، منظور این هست انجام بدن، ما باید جلوگیری از این مسئله کنیم که دوباره بردهداری جدیدی شروع نشه، دوباره ما زیر بار کس دیگری قرار نگیریم. جناب آقای شفایی، ما میشتم شما رو، بفرمایید، مایک در اختیار شماست. مرسی، من صحبت های خوبی رو گوش کردم. یکی در رابطه با بردهداری، اولا بردهداری هم جز عرض کنم که کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی سال 1966 که ایران هم امضا کرده، ماده 8ش در واقع در رابطه با این قضیه بردهداری صحبت کرده، یعنی هیچ کسی نمیتونه کسی رو برده بکنه. ما در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر در
قانون اساسی داریم که برابری وجود داره. وقتی برابری هست طبیعتاً برتری وجود نخواهد داشت. یا ماده دو تبعیض، وقتی تبعیض نباشه طبیعتاً بردهداری نمیتونه باشه. اگرم دقت کرده باشید تو اصل یک و دو سه فقط رو این قضیه کار کردن. چرا؟ چون در دوره قبل سوء استفاده از این قضایا خیلی شده و اصل قضیه هم دوستمون مطرح کردن، آگاهی است. یعنی تا آگاهی وجود نداشته باشه بردگی وجود خواهد داشت. چون وقتی من آگاه باشم زیر یوغ نمیرم، وقتی آگاه باشم معترضم، وقتی معترضم حقمو میخوام. اینا اون چیزهایی که دنبال هم میاد و اون آگاهیه که میتونه به داد جامعه ما برسه. در واقع یه موضوعی هستش که میدونید که در آمریکا منطقه جنوب بردهداری اصلا رسمی بود، یعنی اصلا برده یارو میومد برده میشد، خودش بچه‌هاش برده اون خانواده بودن. ولی در بعد از استقلال آمریکا که بعد شمالی‌ها مخالف بردهداری بودن، جنگ در افتاد و بعد از جنگ ها حالا داستان‌های مختلف داره، یک گروهی تشکیل شده بودن که هم برده های جنوب رو وردارن فراریشون بدن بیارنشون شمال که نجاتشون بدن. بعد با اون طرفی که رئیس این مجموعه بوده و تلاش برای این کار زیاد میکرده بعد چندین سال، گفت چه سختی شما داشتید، چه جوری این سختی رو تحمل میکردی و میاری؟ گفت اصلا آوردن این از جنوب به شما سخت نبود، سختیش این بود که اینا رو قانع کنیم که شما برده ای. یعنی اون آگاهی نبود که آقا من میدید خب اتاق داره جا داره، حالا چهار تا خوش هم میخوره، چهار تا شلاق هم میخوره، نرمال بوده، بچگی اینا رو دیده، یعنی چیز جدیدی براش نبوده، آگاهی نداشته که اگر از این قسمت بره یه قسمت دیگه شاید یک شرایط بهتری باشه. اینه که این آگاهی رو به عنوان یه اصل واقعا باید ما بدونیم برای همه کارمون، برای هر نقشی که میخوایم داشته باشیم. و در آگاهی لازمه که ما فکر کنیم جلو بریم. البته در رابطه با بردهداری همه انسان ها آزادن و حق نداره انسانی انسان دیگر رو برده کنه یا دولتی انسان رو برده کنه، تحت هیچ شرایطی نباید باشه. البته میدونید که یه سری قوانین هم هست، مثل قوانین مثلا سربازی اجباری فرض کنید، نه؟ یا نمیدونم کار اجباری، اعمال شاقه، اینا هم جز کارهایی که در واقع منع شده در این کنوانسیون بردهداری در رابطه با این قضیه. اما خب یه سری کشورها اصلا قوانینی دارن، طرف برای حفظ مملکتش لازمه مثلا سرباز وظیفه داشته باشه، ولی برای دوره محدود نمیتونه بگه همه تون باید سرباز، مثل کره شمالی نمیتونه بگه همه تون باید سرباز باشید تا آخر عمرتون این نظامی ها کار کنید. یعنی در واقع فاصله بین اینا هست و یک موقعیت های هست. یا برای اعمال شاقه مثلا یک کسی دزدی کرده یا جنایتی کرده، خواستن مثلا زندان بدن بهش با مثلا یه سری کارهای فیزیکی، اینا همه هست. ولی در کل ما باید باز باشه ذهنمون، آماده باشیم ببینیم که کجا از ما دارن سوء استفاده میکنن، کجا از ما دارن بهره برداری میکنن، حالا به هر شکلش، و فکر بکنیم. اون فکر کردن هم حاصل اطلاعاتیه که داریم، مطالعاتیه که میکنیم، عرض کنم برنامه ریزی که میکنیم برای خودمون، طبیعتا میتونیم به راحتی این موضوعات رو تشخیص بدیم. و واقعا آگاهی، آگاهی و آگاهی. ممنون از شما جناب آقای شفایی. خانم پروین محمدی، مایک برای شما آزاد هست، بفرمایید صحبتاتون رو میشنویم. سلام و درود به همه. من یه موضوعی رو میخواستم بگم، اینکه حالا شاید جاش نباشه بگی یا که نمیدونم حالا، ولی به نظر من ما باید اینکه جدا کنیم، بگیم به مردم این دین جداه و قانون جداه، چرا زیاد کارساز نیست؟ به خاطر اینکه چیزی که تو دست دارن رو به درستی نمیشناسن، یعنی دین رو به درستی، یعنی کلن به نظر من اولین آگاهی که ما باید به مردم، این شاید درست نباشه، شاید بعضیا بگن که این بی احترامی به دین باشه، ادیان باشه، اما به نظر من اینطور نیست. یعنی اینکه باید اول چیزی که تو چنته دارن رو اول اون رو بشناسن. ما به درستی دین رو نمیشناسیم، یعنی دین رو سلاحی قرار داده شده
برای اینکه به راحتی بتونن مردم رو به هر جهتی که دوست دارن بکشونن. و به نظر من اول باید اون دین رو بازش کنیم. مثلا چیزی که داری چیه؟ آیا این من خودم شخصا میگم تا زمانی که انسان آگاهی نداشته باشه در مورد چیزی که بهش داره احترام میذاره، چیزی که نمیدونم شده قدیسه خوده، چیزی که احکام، اول باید اون احکام رو ریشه یابی کنه. من خودم توی زندگی خودم دارم میگم تا زمانی که از ریشه به یه چیزی فکر نکنه، به اون دینی که دسته حالا ایرانی ها یا بگم حاکمین ایران اینجوری بگم دارن رویه یه رویه حکمرانی قرار دادن، واقعا تا زمانی که اونو نشناخته بودم نمیتونستم بگم که این چیزایی که اونا میگن درست نیست. به نظر من آگاهی در مورد دین بزرگترین کمک برای اینکه بتونن مردم یک کمی تکون بخورن. ظلم درست هست، خیلی هم هست، اما ترس من از اینه که اگر حتی این حکومت هم بره، مردم باز هم به اون اعتقادات، چون خیلی ببینید خود این بردهداری از اسلام اومده، خود این بردهداری به نظر من ریشه از اسلام داشته، ولی اگر انسان آگاه باشه به اینکه یک انسانه و در این دنیا حق زندگی داره، چه زن، چه مرد، چه بچه، خب به نظر من خیلی راحت تر میشه. ما باید خود جامعه رو، افکار جامعه رو بتونیم تغییر بدیم، حالا با آگاهی رسوندن، حالا با هر چیزی که شاید به ابتدا برگردن میگن آره فلانی مثلا داره ضد دین صحبت میکنه و باید فلان. ببینید به نظر من آگاهی در مورد چیزی که تو چنده دارن، چیزی که دینی که اسمشو دین گذاشتن و به خاطر همون دین سنگسار میکنن، به خاطر همون دین به راحتی بردهداری میکنن، به نظر من بهترین آگاهی اینه که در مورد دین هم کمی آگاه تر کنیم. همین ما سال 12 ماه رو داریم عزاداری میکنیم، در صورتی که همین اسلام که ما توی ایران داریم این همه براش خودمونو نمیدونم غم زنن روی روزای عاشورا و خیلی چیزهای دیگه، خود عربستان اصلا هیچ کدوم از این قوانین رو نداره، خود کشورهای اسلامی هیچ کدوم از این قوانین رو ندارن و عربستان الان بهترین زندگی رو دارن، بهترین کیف رو دارن میکنن، در حالی که ایرانی که تمدن بوده الان بر پای اسلامی داره میگرده که کاملا اشتباهه. اصلا خودشون همینو قبول ندارن، خود اون کسی که اسلام بوده، خود اون کسی که امام حسین و محمد در اونجا زندگی میکرده، خودشون این رو اونطور نمیبینن، در صورتی که ایران به خاطر اسلام دارن خودشون رو میکشن. این خیلی بده. یعنی من به نظر من اولین کاری که ما میتونیم بکنیم، شاید خیلی ها بعدشون بیاد، ولی خب کاری که ما میتونیم بکنیم افکار نادرست دین و نمیدونم اینها رو کم رنگ تر کنیم، اینکه واقعیت ها رو به مردم نشون بدیم. من خیلی جاها دیدم که زمانی که توی خانواده یعنی واقعا خیلی برای من عجیب بوده، زمانی که دین سست‌تر شده واقعا چشم ها بازتر شدن. من نمیخوام توهین بشه، اما واقعا این واقعیت داره. به قول یک شخصی که اسمش فراموش کردم، خداوند احمق ها رو دوست داره، یه کتاب بود مثلا در مورد این مطلب. ببینید زمانی که دین میاد جلو، درسته خانم محمدی این حرفاتون درسته، فقط این که 3 دقیقه رو لطفا رعایت بفرمایید. اوکی خواستید مرسی. بله بابتون، چون که امیدوارم که هر چه زودتر اول افکار مردم، بعد این حکومت سریعتر از بین بره که مردم به آزادی واقعی دست پیدا کنن. ممنون از شما. بله خانم محمدی درسته، دقیقا ما برای همین در ابتدای صحبتمون گفتیم ما میخواییم دین از دولت ما جدا بشه، چرا که قوانین دینی که در کنارش میگذارن، تازه همون قوانین هم متاسفانه رعایت نمی کنن. شما همون محاربه را اگر نگاه کنید، محاربه یعنی این که شما کسی رو به قتل رسونده باشید،
یا باعث قتل دیگران شده باشه. ولی الان میبینیم که دختر 16 سالمون رو به جرم محاربه میخوان اعدام کنن. آقای فرجی بفرمایید، ما در اختیار شماست، میشنویم شما رو. سلام عرض میکنم خدمت همه. به نظر من جمهوری اسلامی از دست گرفت، هدفش اصلا یکی از اهدافش برای اینکه به اهدافش یعنی برسه بود که بردهداری تو کشور ما گسترشش بده، و الان بعد 43 سال به نظر من با اینکه آگاهی رسانی هم الان شده تا حدودی، البته نمیگم حالا تمام اقشار جامعه آگاهی دارن، ولی خب این مثل یه درسی که از بچگی به یه بچه یاد میدن الان مردم به همین شکل شده، یعنی با اینکه آگاهی دارن ولی تو گوشت و پوست و خونشون انگار گنجونده شده. البته جسارت نمی کنم همه افراد جامعه رو بخوام بگم، ولی خب یه گروه خیلی بزرگی از جامعه که منفعت طلب شدن و با اینکه میدونن هر کسی چه حقوقی داره ولی به خاطر منافع خودشون و خودخواهی خودشون حقوق دیگران رو پایمال میکنن. من میتونم مثلا مثال بزنم، قشری که الان به حالت شرکت‌های خصوصی یا کسی که توی فروشگاهی داره کار میکنه، با اینکه اون مالک شرکت یا اون مالک فروشگاه میدونه که این شخصی که داره اینجا کار میکنه چه زحماتی داره میکشه و چقدر حقشه، ولی به خاطر اینکه اصلا از شرایط اقتصادی مملکت خبر داره میاد به نفع خودش سوء استفاده میکنه و حق اون شخص رو کاملا پایمال میکنه. و خب این خودش اینو برده‌داری، از یه نفر بیکاری کشیدن در مقابل زحمتی که میکشه کمترین دستمزد رو بهش میدن. این تو بخش‌های مختلف حالا جامعهمون وجود داره و به نظر من آقای شفایی درست گفتن، آگاهی رسانی خیلی تاثیر زیادی داره، ولی به نظر من همش نمیشه، چون ما بعد از اینکه آگاهی رسانی آگاهی به دست آوردیم باید این از خودگذشتگی و اینکه به حق حقوق خودمون قانع باشیم و از حد و حدود خودمون رد نشیم هم خیلی مهمه، و بعد از اینکه هر شخصی به یه آگاهی میرسه لازمه اینه که وقتی میخواد از حقوق خودش دفاع کنه بتونه به جای مراجعه کنه. ما وقتی قانون کشور خودمون رو نگاه میکنیم کجای این قانون اجازه داده که یک شخص بتونه از حق خودش دفاع کنه؟ همیشه یه جوری بوده که اون کسی که قوی تر بوده یا ثروتمندتر بوده حرفش یا به کرسی نشسته و قانون به نفع اون بوده، و باز هم اون قشری که جامعه میخواسته، یعنی جمهوری اسلامی میخواسته که برده باشه تو افکارش، حواسش به جامعه و اتفاقاتی که در جامعه میفته نباشه، همچنان میذاره که حقش تو دادگاه ها پایمال بشه و به همون شکل برده باهاش رفتار بشه. ممنون از وقتی که به من دادید. ممنون جناب آقای پوریا فرجی، دقیقا شما حرفتون حقه، راست میگید. ما متاسفانه در جامعه داریم زندگی میکنیم که فقط عده‌ای در جامعه به حق و خودشون میرسن، ولی بقیه جامعه به عنوان برده هایی هستن که حالا مثل آقای شفایگار میفرمایند حالا اون مدلی ما رو توی یه اتاق بهمون ندن، همونم بهمون ندادن، همونم بابتش از همون پول میگیرن، و اینکه فقط داریم زندگی زنده هستیم ولیکن زندگی نمی کنیم. خانم زهرا رهایی بفرمایید، ما در اختیار شماست. ممنون، مرسی که دوباره وقت رو به من دادین. تشکر از همه دوستان. من یه پیشنهاد دارم به همه دوستان که چون خانم فامیلشون من یادم رفت در مورد دین صحبت میکردن، اینو من میخوام یه خورده اینو اصلاح کنم که نه تنها دین اسلام، تمام جوامعی که میخواستن که با دین حاکمیت داشته باشن روی مردم این مشکل رو داشتن. همین اروپا، همین دین مسیحیتی که ما الان توی اروپا هستیم، شاید 70 سال پیش، نه شاید، حتما این مشکل بوده، و خودمون حالا تعریفایی که برام کردن بوده که زنها اجازه حتی سر کار رفتن نداشتن بدون اجازه شوهرشون. این مشکلات همیشه بوده، نه تنها دین اسلام، هر جامعه‌ای که بخواد دین
حاکمیت کنه به مردم، این مشکل بوده و خواهد بود. و من توصیه میکنم که کتاب سرگذشت ندیمه یا فیلمش رو دوستان ببینن و واقعا مصداق بارز جامعه الان ماه و خیلی قشنگ، مثلا ما زنای ایرانی قشنگ میتونیم خودمون رو تو اون فیلم یا توی اون کتاب حس کنیم و تمام اون دردها رو با تمام وجودمون کشیدیم یا میکشیم. و یک نکته رو من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی یه جورایی این فقری رو که به وجود آورد، مردم رو میخواست توی بردگی بگیره به خاطر فقر، که الان این قشر خاکستری که شاید بشه گفت اکثریت جامعه رو داره الان در بر میگیره، یه عدهشون آگاهن، یه عدهشون شاید ما هم بگیم از ما آگاهیشون بیشتر باشه نسبت به این حکومت، و یه عدهشون توی زمان خودش هزینه‌شو دادن و الان توی سن و سالی هستن که اون هیجان و تب و تابشون خوابیده و توی اون جامعه‌ای که زندگی میکنن شاید اگه منم جای اونا بودم سکوت میکردم، چون ترس از اینو دارم که اگه بخوام بیام جلو باز همه زندگیمو از من بگیرن، توی سنی هستم که نتونم دیگه زندگی داشته باشم و جوابگوی زن و بچه‌ام باشم. یعنی این فقر من حس میکنم که مردمی که به حالا اون بخور و نمیرشون رو هنوز دارن، نمیشه گفت که خب اکثر مردم توی رفاهن، اون بخور و نمیری که هست ترجیح میدن که حالا همون ائتلافی که همه ازش صحبت میکنن یه دریچه مطمئن روبروشون باشه تا بتونن مطمئن بیان توی مثلا جامعه، توی انقلاب شرکت کنن. حالا این نظر منه، ممنون که وقت رو به من دادی. ممنون از شما خانم رهایی گرامی. بله ببینید، نگاه کنید، ما وقتی که جامعه رو نگاه میکنیم که تمام مردم فقط درگیر این هستن که یک لقمه نانی برای خودشون تهیه کنن، خب این مصداق اصلی بردگی هست. جناب آقای شفایی بفرمایید، ما میشنویم شما. مرسی. از صحبت ها من نظرم اینه که ما آگاهیمونو شروع سفتش نکنیم. آگاهی مفهوم ارزشی کلی داره. وقتی اسم کلمه آگاهی رو میاریم، آگاهی برای اندیشیدن، آگاهی برای ارتباط با دیگران، آگاهی برای انتخاب دین یا عقیده، آگاهی برای همه چی هست. یعنی فقط آگاهی نیست که ما آگاه بشیم که این جمهوری اسلامی بده، ما آگاه بشیم که این جمهوری اسلامی که بده همسایه‌مون چجوریه، این چجوریه، اون چجوریه، با اون چجوری رفتار کنیم. یعنی روابط متقابل باید، یا با دینمون چی کار کنیم، بگیم این دینمون بده بریم، یا این دینمون همون دینه نیست، یه دینیه که دیگه جدید درست کردن، بریم ببینیم اصلش چی بوده، اساسش چی بوده. اینا کل قضایای آگاهی رو به عنوان یک ارزش بهش نگاه بکنیم و اینو تأمین بدیم برای کل زندگیمون. ولی آگاهی ما الا ماشاءالله دکتر مهندس داریم تو مملکتمون، الا ماشاءالله، یعنی هرچی دلتون خواست ما دکتر داریم، مهندس داریم، متخصص داریم سر همه چی. اما ولی وقتی سر یه موضوع ساده انسانی و اجتماعی پیش میاد، ما دیگه اون دکتر مهندس رو نمیبینیم، اون تحصیل کرده رو نمیبینیم، یا اگرم میبینیم به علیه این قضایای اجتماعی میبینیم. اینه که آگاهی یه چیز عمومی است و باید جامعه به طور کل آگاه بشه و این آگاهی رو در همه جا ببینه. اصلا هم نماید، من خواهش مثلا مقایسه نکنیم که ما بیایم راجع به خود دین صحبت کنیم، دینمون رو مثلا تأثیر کنیم، اصلا تأثیری نداره. آگاهی وقتی عمومی باشه همه اینا رو شماها متوجه میشید، دینتون رو میتونه انتخاب کنه، هر دینی، حالا یکی مثل من بی دینه، یکی میتونه دین داشته باشه، هر دینی میتونه داشته باشه، ولی شکلی که انتخاب میکنه و روالی که میخواد زندگی کنه رو باید با آگاهی جلو ببره. اینه که کلمه آگاهی رو واقعا اما اگر نذاریم بغلش، آگاهی آگاهی مطلق باشه که ما بتونیم هم تو روابط فردیمون بتونیم استفاده کنیم،
من آگاه باشم، بدونم با دوستم چگونه باید رفتار کنم. اون چگونگیش اینه که من جوری رفتار باید بکنم که اون هم مثل من آسیب نبینه و من هم اون آسیب نزنم. یا آگاهی در مقابل پدر با بچه، یا بچه با پدر، یا پلیس با مردم، مردم با پلیس، و و و و تمام اینا نیاز به یک سری آگاهی عمومی داره که یک ارزشه. این آگاهی رو مقایسش نکنیم با چیز دیگه، یاد بگیریم چگونه باید آگاه بشیم، چگونه تو روابط اجتماعی استفاده کنیم، چگونه کارمون رو انجام بدیم. و مطمئن باشیم وقتی کسی آگاه شد، اولین خصلتی که پیدا میکنه حق طلب میشه، دنبال حقشه. یعنی کسی که آگاهه میخواد حقش رو پیدا کنه، بره حقش رو بگیره. وقتی به دنبال حق رفت، خود به خود قدرت پیدا میکنه، خود به خود رشد میکنه، میتونه 4 تا یار بگیره، با 4 نفر بشن برن جلو، با 10 نفر برن جلو. یعنی این نگاه، نگاه یک نگاه سالمه. این که مثلا بگیم خب آگاه شدی بعد میترسیم، اصلا اینجوری نیست. آگاهی، حق تو میخوای، الان صدات نمیرسه، کار میکنی، 100 تا دیگر آگاه میکنی، دنبال کارت میری. من یه مثال همیشه میزنم، 7-8 سال پیش یادتون باشه بانک ها پولای مردم رو خوردن، که اصلا این صندوق ها و اینا بود خوردن، اصلا جمعیت وحشتناکی ریختن در این بانک ها، در تمام شهرها، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، خیلی طوری که پلیس میومد حمله میکرد، کتک میزد، بعد فردا مردم میومدن. چرا؟ حقشون رو شناخته بودن، حقشون اونجا پوله بود، اون آگاهی رو داشتن که پولشون تو بانک و بانک بهشون کاغذ داده حقشون رو بدن، پولشون رو بگیرن. یک سال طول کشید این داستان، اما بعد از یک سال بانک ها که برشکست بودن نمیتونستن بدن، خود دولت متعهد شد و پرداخت کرد با آدم. ببینید اون حق خواهی این یه گوششه، اما وقتی حقتو کامل بدونی، کامل. من معلم ها رو مثال میزنم بدون، معلم ها حق خواه بودن، اما برای ذهن سنفیشون. شما معلم ها جمعیت بزرگیه، خیلی هم خوب عمل کرده، اما تا یه جایی رفتن بعد پاشیدن. چرا؟ یه سری وعده وعید گرفتن اومدن کنار. یعنی اون حتی تو جامعه معلمان شنیدین که خونه سازی میخواستن بکنن، رقم وحشتناکی دزدی کردن، الان هم فکرم زندان یا آزاد شده، نمیدونم اسمها یادم میره، ولی باز معلم ها هیچ کاری نکردن، باز مون، باز نشست ها همینطور. چرا؟ چون خواسته ها خواسته های سنفی بوده، اونایی که پولشون رو خوردن سنفی بوده. وقتی آگاهی جمعی باشه دیگه ادامه دار خواهد بود. اینه که من باورم اینه. من مثلا مال شوش و نیشکر رو مثال میزنم براتون. نیشکر هفت‌تپه سالها مبارزه کردن، خانم قلیان الان زندانه، عرض کنم وکیلش زندانه، کلی آدماشونو گرفتن زندان کردن، شکنجه کردن بخشی و و و و. اما وقتی که مشکل سنفیشون حل شد، اون آقایین هم دزده که مثلا خریده بود اونجا رو گوش برش داشتن، یه شکل دیگه کار شد، الان دارن حقوقشون رو میگیرن، زندگیشون رو میکنن، اعتراض تو اعتراضات نیستند. چون آگاهی، آگاهی سنفی بوده. این آگاهی که من میگم آگاهی ارزشیه، یک آگاهی واقعی عمومیه. یعنی من اگر توی مثلا جمع کارگران هفت تپه 2 سال آسیب دیدم، الان باید تو مرکز تظاهرات باشم. ایناست اشکالات، ایناست، میدونید، اینا ضعیف بودن آگاهیه. آگاهی، آگاهی های صنفیه، فردیه. ما یک آگاهی عمومی لازم داریم و این مجموعه مثل شما یا فعالان حقوق بشری که دارن کار میکنن، وظیفه‌شون اینه که این آگاهی رو تعمیم بدن، کار کنن، بگن آقا این اعلامیه جهانی حقوق بشره، این قانون اساسیه، این کنوانسیونه، این اینه، شما باید ارتباطات این چنینی باشه. وقتی شما راجع به آزادی بیان، بیان عقیده صحبت میکنید، ما داشتیم توی جلسه تو همین اتران شمال آلمان بود، 1 سال پیش بود، یه کسی اومده، 2 نفر اومدن گفتن که ما آزادی بیان داریم، حق داریم به همه مثلا به دین اسلام توهین کنیم. میدونید، یعنی اینها، اینا چیزهایی که برداشت های غلطه. آگاهی
به آزادی اعتقاد به آزادی بیان تا حدیه، تا جایی که به دیگری توهین نکنید، چون وقتی شما توهین کنید دیگری هم یه آزادی داره به شما توهین کنه دیگه، و دیگه اصلا آزادی بیانی وجود نداره دیگه، ارتباط اجتماعی وجود نداره. اینه که این آگاهی رو بیاین راجبش ریشه ای تر کار کنیم. خودتون با بحثایی که با هم میکنید، جلساتی که میذارید، به نظرم خیلی خوبه. مرسی، زیاد حرف زدم، ببخشید. ممنون از شما جناب آقای شفایی. بله درست بفرمایید، واقعا ما آگاهی باید آگاهی دست جمعی داشته باشیم، آگاهی که در رابطه با همه قشر و همه گروهی باشه، نه فقط در رابطه با یک صنف یا یک گروه خاص. خب دوستان، اگر که در رابطه با موضوع بردهداری و منع بردهداری صحبت دیگری دارند که ما در خدمتشون باشیم و بشنویم نقطه نظراتشون رو، که بدونیم که چه بکنیم. خب پس در نهایت ما نتیجه گرفتیم با توجه به صحبت‌هایی که امروز در جلسه انجام شد، این که ما راهکارهایی داریم برای لغو بردهداری. یک آگاهی رسانی هست، یک آگاهی رسانی جمعی که همه از حق و حقوق خودشون آگاه بشن. دوم آگاهی رساندنه، یعنی اون چیزی که من آموزش میبینم، من یاد میگیرم و به شما یاد بدیم و شما به دیگری یاد بدید، که باعث بشه که همه در اقشار مختلف جامعه آگاه بشن و بتونن که از حق و حقوق خودشون استفاده کنن. و مورد بعدی این که اتحاد داشته باشیم، و این اتحاد باعث بشه که به همدیگه کمک کنیم در پیشرفت اون کارها و فعالیتمون، و زمانی که ما به اون آگاهی کامل رسیدیم، بتونیم با توجه به اون حقوقم که داریم بتونیم حق طلب باشیم و به حق و حقوق خودمون برسیم. ممنون از همه دوستانی که امروز در جلسه نمایندگی منطقه شمال آلمان حضور پیدا کردن. امروز مصادف بود با 18 دسامبر 2022 میلادی و 27 آذر 1400 که جلسه نمایندگی منطقه شمال آلمان در ساعت 12 برگزار شد و سخنرانان ما خانم زهرا رهایی بودند با موضوع بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دست جمعی و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و جناب آقای فرشاد عربی بودند که ما در خدمتشون بودیم با موضوع سخنرانی اعتراض مردم و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. بحث آزاد هم که بردهداری ممنوع بود که ما در خدمتتون بودیم. در این جلسه منشی جلسه خانم لیلا ابوطالبی بودند که گزارشات رو آماده می‌کنن، و اینکه مسئولین ضبط صدا و تصویر آقای صدرا مجیب یزدانی و خانم منصوره صادقی، و ادمین‌های این جلسه ارغوان فردیپور، علی صالحی و آقای فرشاد عربی. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید، و با آرزوی موفقیت و حق طلبی مردم و نجات یافتن از دولت مردان جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه حقوق از دست رفت